تورا سوالان موشه مراشای الادی عقوب در ادامه اون قوانه کباب کردن گوشتی که 72 ساعت بدون نمک باقی مونده، گوشتی که قرار داده شده در داخل فریزر، حالا گوشه هیکا شده یا هیکا نشده، به هر حال آب و نمک نشده یا مثل گوشت هایی که حالا توی شهری شیطان میکنن بعد منجمدش میکنن میفرستن شهر دیگه یا از کشور دیگه، حتی که باقی مونده در اون حالت منجمد شده 10 روز یا بیشتر، این جای نگرانی نداره که مبادا خونی که داخلشه خوش شده باشه، چرا که بعد که منجمد میشه ستی که سنگ شده و رطوبتشو از دست نمیده گوشته و مجازه که بعد از کارا گذاشتن باز شد یخش، حالا اگه هیکا نشده بود هیکا میکنم بعد آب و نمک و قابل استفاده خواهد بود که به هر شکلی که میخواد اونو بپزه. و همینطور مینهاگ گسترده از علی سقدوشا بر طبق فتوای بزرگان یروشالمی و جای سختگیری در این مورد وجود نداره که اون سختگیری اضافه است. مزالک کسانی که ترسان از حس کلام هشم مراقب هستن که یا گوشت یه دفعه آماده به طبخ منجمد شده بخرن، حالا گوشت ایکا شده یه دفعه شسته و نمک هم شده باشه بعد منجمدش کردن که دیگه شک و تردید توش نیست، یا گوشت تازه میخرن بس از شیطا حالا خوشون ایکا بکنن آب و نمک بکنن و اون 72 ساعته به هیچ عنوان نگذره. مزالک حتی اون کسانی که رأس دارن که سبک میگیرن در مورد گوشت منجمد شده که قبل از اینکه شسته و نمک بشه گوشت منجمد شده، چه خوبه که بعد از نمک کردن و شستن و نمک کردن مطابق قانون گوشت رو موقعی داخل دیگ قرار بدن که آب داخل دیگ دیگه در حال جوش هست که اینجا شبیه خلیط هم میشه، یه جنبه دیگه هم اضافه شده به اون جنبه و دیگه جای شک و تردید نباشه. گوشتی که منجمد شده که باقی مونده در فریزر بدون آب و نمک کردن 3 روز یا بیشتر و بعد اون رو از فریزر بیرون آوردن و بیرون از فریزر حالا تو هوای آزاد یا تو یخچال، اگه کمتر از 3 شبانه روز 72 ساعت باقی بمونه خب میشه اون رو حالا شست و نمکش کرد و برای هر گونه پختی استفاده کرد، اما اگه بعد از که از فریزر آوردیم بیرون 72 ساعت یا بیشتر تو هوای آزاد یا توی یخچال ازش گذشت، دوباره شده مثل گوشت تازه‌ای که 72 ساعت بدون آب و نمک کردن باقی مونده و در چنین حالتی حالا بعد از که ایکا کرده و شسته و نمک کرده تنها راه استفاده اون فقط میتونه کباب کردن باشه که به صورت کباب اون گوشت رو استفاده بکنه. گوشتی که باقی مونده 3 روز بدون شسته نمک کردن و حالا روز سومش مصادف شده با روز شبات، مثلا شیطان روز 4 شبات بوده تا 5 شبات، حالا 4 شبات 10 صبح، مثلا 5 شبات 10 صبح 24 ساعت، جمعه 48 ساعت و شبات الان اگه تا 10 صبح دیگه از شبات که عملاً امکانش ایکا کردن یا شستن و نمک کردن نیست و 72 ساعت میگذره و دیگه گوشته فقط امکان پذیره که کبابش کرد و ممکن حالا نوع گوشت گوشت کبابی نباشه یا به این شکل قابل استفاده نباشه یا به همین شکل در روز یوم تو سومین روز واقع میشه، بعضی ها سختگیری میکنن که آسوره که چنین گوشتی رو بخیسونه در روز شبات به خاطر که داره متقه مانا اونو اصلاحش میکنه و درستش میکنه، ولی نظر مخالف هم وجود داره که مجاز میگیرن و طبق علاقه خوبه که مستقیما حالا گوشت داخل لگن آب قرار نده که کاری که در طی ایام هفته انجام میده، بلکه بذارتش توی لگن ظرفشویی و حالا هم اونجا
شرابو باز میکنه به عنوان که مثلا دستشو داره میشوره، داره دستش تمیزه، اما آب از دستش عملا میریزه رو گوشته، بعدی که همه ابعاد گوشته کاملا خیس شده باشه و به این شکل حالا دوباره 72 ساعت برای گوشته تمدید میشه، چون که دوباره خیس شده و اون حالتی که بگیم رگا و خون داخلش خوش شده ایجاد نمیشه. و چیزی که جابجا میکنه گوشت رو، برای اینکه قرار بده توی لگن ظرفشویی، ایسوری از جنبه مقصه نداره، چون که گفتیم گوشت خام هم رو حالا ما معمولی سخوریم، همیشه البته که کامل تمیز شد، خونی رو سطحش نیست، یه لایه نازک برید و خورد و چون قابل خوردن هست خوراکی معصوم میشه و مقصه نیست. و حتی اشکنازی ها که توی این مورد سخت میگیرن که میگن خب درسته که امکان خوردنش هست، اما کسی گوشت خام به صورت معمول نمیخوره، میشه سبک در مورد در جایی که حالا اجبار وجود داره، مثلا این موردی که این روز سوم حالا شباد یا یومتو واقع شده و همین قانه موقعی که توی گالوت هستیم دو روز یومتو داریم، پشتش هم شباد داریم، خود به خود ایام یومتو و شباد خودش 72 ساعت هست. و گوشی اگه آدینه یومتو شیطا شده باشه، باز مثلا به سالی که گفتیم مثلا سه شباد شیطا شده باشه، پنج شباد جمعه یومتو باشه، بعدش هم که شباته، این دچار مشکل میشه. یا اینه که قبل از اون باید قرار بده داخل فریزر که منجمد بشه، خود به خود دیگه گوش رطوبتش از دست نمیده و اون خون داخلش خوش نمیشه. یا اینکه طبق همون روالی که گفتیم توی ظرفشویی قرار بده خیسش کنه، یا به فرد غیر یهودی اگه در دسترس هست بگه که حالا مثلا چه بودم به پسرت بگو بیاد گوشتای ما رو بخیسونه، امیرالانبیا کرده و در جایی که حالا اینجا ضرر وجود داره جای سبکگیری داره. و اگه فرد غیر یهودی در دسترس نیست که گفتیم مجاز که اسرائیل قرار بده اون رو توی لگن ظرفشویی و به این وسیله کار دست میشوره، به شکل دیگه آب روی گوشه ریخته بشه که کاملا خیس بشه و معمولیتی براش ایجاد نشه. در مورد کبد جگر که اونم باقی مونده سه روز بدون نمک کردن، خب جگر رو به صورت معمول اصلا نمکش نمی کنیم، حالا قاش می کنیم رگاش بریده بشه، اون لخت خونه که داخلشه خارج بشه و فقط میشه کبابش کرد. حالا بیش از 72 ساعت ازش گذشته، در چنین حالتی درسته که جگر رو کبابش می کنیم، اما بعد از کباب کردن دیگه مجاز نیستیم که بیام اون رو بفزیم، مثلا تاس کباب درست کنیم با اون. معذاله کسی که خریده مثلا پرنده های زیادی که خب تعداد زیادی جگر مرغ وجود داره اینجا و امکان پذیر نیست که همه رو فورا کبابش بکنه، مجازه که اونا رو فریزش بکنه به این شکل. حالا دیگه فریز کرده باشه بعد که کباب کرد میتونه بعدا کامل کباب شده با مواد غذایی دیگه اون رو بپزه، مثلا مثال گذاریم تاس کباب درست کنه. ولی اگر توی یخچال قرار داده یا جایی که هوا خنکه تو فضای آزاد بود فلان اینها، همون قانونی که گفتیم بعد از کباب کردن دیگه مجاز به پختن اون نیست. بعد حالا ما در مورد گوش گفتیم چه کاری رو لخطیلا نکنه، مبادا بیاد اون رو همین شکلی بپزه، اما در مورد جگر که به صورت معمول هم شکلی کباب شده میخوره، درصد کمی هست که بعدا بیا با غذای بپزن، جای سبکیری بیشتری داره. گوشتی که باقی موده 72 ساعت بدون آب و نمک و قاطی شد اون تیکه با تیکایی دیگه، قانون بیتول برو بهش میخوره که اگر اون قسمت های دیگه اکثریت هستن و از حجمی بیشتر هستن باطل میشه و مجازه که بعد از که حالا عمل رو آب و نمک کرده بپزه اونها رو. و حتی اگر تیکه گوشته خب تیکهی بوده که رویال ایت کبد حجم قابل توجهی داشته، چیزی هست که جلو مهمون میذارن شایسته برای محترم شدنه، اما همشون رو با همدیگه همه تیکای گوش رو که با هم قاطی شده رو در یک دیگ نبسه، بلکه تیکه تیکه جداگونه باشه که به شکلی که حالا اگر بگیم اون تیکه گوشتهی که 72 ساعت گذشته بوده قاطی هست، محتویات دیگ 72
60 برابر اون تیکه گوشت باشه و بیتول بهش خورده باشه. تیکه گوشتی که پخته شده بدون نمک کردن، که چنین حالتی تیکه گوشت اگر محتویات دیک 60 برابر اون تیکه گوشت نیست، گوشت و کل غذای آسور شده و اشتباهاً قاطی شد با غذای دیگه، مهمونی چیزی بوده، حالا مثلا دو تا دیگه خورش پختن، حالا قاطی شد اینا با هم دیگه، قابل تشخیص نیست. اگه حالتی است که یابش به یابشه، خوش به خشکه، قانون بیتول به روبش میخوره، اگه اکثریت اون مواد کاشر بوده مجاز بوده باطل شده، ولی اگر مرتوبه که اون قانون بیتول به شیشیمو میخواد. گوشتی که باقی مونده 72 ساعت بدون آب و نمک و اومدن اشتباه کردم و دور کردم و نمک کردم اون رو در ظرفی که سوراخ نداره، یعنی توی لگن نمکش کردم، چنین حالت اگه گوشت معمولی توی لگن نمک بکنی، خونابه‌ای که خارج میشه و گوشت داخل خونابه قرار گرفته، تا اون بخشی از گوشت که داخل خونابه است همه آسور شده. ولی اینجا که حالا 72 ساعت گذشته و میگیم خونه داخل اونجا خوش شده، قانونش با این حال شبیه سایر گوشت هاست که اگر باقی موند در این ظرف، در این لگنه، به اندازه‌ای که شیطان و مهی ملایش آب رو آتیش قرار بدن، آب جوش بیاد 5-6 دقیقه بمونه که دیگه خونابه شروع کرده خارج بشه، حالا درسته که خونش خوش شد، اما 100% که نیست که، درصدی خون خارج میشه، اون بخشی که داخل خونابه قرار گرفته همه آسور شده. گوشتی که باقی مونده 72 ساعت بدون نمک کردن و اشتباه کردن و نمک کردن اون رو با سایر گوشت‌های معمولی دیگه، میشه مجاز گرفت اون تیکه گوشت رو برای کباب کردن، که با وجود که احتمال وجود داره که گوشت‌های دیگه مرطوب راحت خون دفع میکنه، این خون چندانی دفع نمیکنه، ممکنه بگه از گوشت‌های دیگه جذب کرده باشه و بلیده باشه، با این حال هم که کبابش میکنی باعث خارج شدن اون خون هم میشه و لازم نیست که مجدد بیاد آب و نمکش کنه قبل از کباب کردن. و نکته آخر، گوشتی که باقی مونده 72 ساعت بدون نمک کردن و گفتیم چنین گوشتی رو بعد از که حالا ایکا شده شسته شده باید کباب بشه و اومدن رو نمکش کردن با سایر گوشت‌های دیگه که قبلا نمک شده بوده و هوده و آبکشی شده کاملا، اصلا که میگن که چون با قاطی گوشتای دیگه بوده که قبلا نمک شده، این درصد خون دفع میکنه، گوشتای دیگر رو آسور کرده، دشه ما که مبادا خارج شده باشه خون به واسطه نمک کردن از این تیکه گوشتی که حالا 72 ساعت هم گذشته و آسور کرده باشه سایر گوشتای دیگر رو، چرا که تو یک ظرف کنار هم دیگه و توی ظرف بوده که سوراخ نداشته قرار گرفته و اصلا که مجاز میگیرن سایر گوشتای دیگر رو به هر صورت به وسیله اینکه مجددا اونا رو آب و نمک بکنه و بهش عمریم شنل آقه بدوارزه و ترجیحاً این است که بیان همه گوشت‌ها رو به صورت کباب شده استفاده بکنن که اگر تیکای گوشت دیگه هم از اون خونه اون جذب کرده باشه حالا به وسیله کباب دفع میشه و شک و تردید باقی نمیمونه.